کنفرانس در پارلمان اروپا. افشای نقض حقوق بشر در عراق با حضور دکتر رافع رفاعی، مفتی بزرگ عراق. استرون استیونسون. سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا باید به مالکی بگویند این موج خونریزی، خشونت و فساد قابل تحمل نخواهد بود. دکتر رافع رفاعی، مفتی دیار عراق. آنچه در فلوجه شاهدان هستیم یک نسل کشی است. کشور ما را در یک سینی طلایی تحویل رژیم ایران دادند. الیزابتا زامپاروتی. پس از چین و رژیم ایران، حکومت عراق بالاترین رقم اعدام در جهان را دارد. روز چهارشنبه 19 فوریه یک کنفرانس در رابطه با نقض حقوق بشر در عراق با حضور رهبران سیاسی و مذهبی برجسته عراق در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار گردید. این کنفرانس توسط استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا سازماندهی گردید و به موضوع حقوق بشر در عراق پرداخت. سخنرانان ویژه این کنفرانس شامل دکتر رافع رفاعی، مفتی بزرگ عراق، دکتر سلیم عبدالله الجبوری، رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان عراق، حیدر ملا عضو پارلمان عراق، فالح مصطفی بکر، مدیر گروه روابط خارجی از دولت اقلیم کردستان، کامل زوزو از جنبش آشوری و کلدانی ها، پتروس اسلیوا رئیس هیئت حقوق بشر اقلیم کردستان، دکتر عبدالرزاق رحیم الشمری سخنگوی جنبش مردمی استان الانبار، دکتر صباح المختار رئیس انجمن وکلای عرب در انگلستان، دکتر محمد طه حمدون سخنگوی جنبش مردمی در عراق، منیر هاشم العبیدی سخنگوی جنبش بغداد، چارلز تانوک عضو پارلمان اروپا و سخنگوی امور خارجی گروه ECR و الیزابتا زامپاروتی از ایتالیا انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید بودند. پس از کنفرانس استرون استیونسون اظهار داشت: در ماه نوامبر گذشته من در عراق بودم و با بسیاری از سیاستمداران برجسته، رهبران مذهبی، مردان و زنان شجاعی که در تظاهرات‌های الانبار و 6 استان دیگر عراق شرکت کرده بودند ملاقات و گفتگو کردم. همه آنها یک پیام مشترک داشتند. آنها به من گفتند که بیقانونی، تروریسم، فساد و نقض سیستماتیک حقوق بشر تبدیل به زندگی روزمره در عراق گردیده است. همین مردم از اقوام و ادیان مختلف که میل به دیدن آزادی، دموکراسی، عدالت و صلح در کشور خود را دارند از من خواستند تا کنفرانس امروز را برنامه ریزی نمایم. آنها قصد داشتند تا به پارلمان اروپا بیایند تا غرب را از حقایق عراق آگاه سازند. آنها گفتند که مالکی با استفاده از ارتش عراق و با کمک تسلیحاتی شامل موشک، راکت و هواپیماهای بدون سرنشین از ایالات متحده یک عملیات نسل کشی و پاکسازی قومی در برابر اهل سنت در رمادی و فلوجه را راه اندازی نموده و مردم خود را تحت عنوان تروریسم قتل عام می کند. من همچنین از رفتار با 3000 پناهنده در کمپ لیبرتی که شرایط یک زندان را دارد بسیار خشمگین هستم. حکومت عراق حتی از ورود مواد غذایی و تخلیه فاضلاب به این کمپ جلوگیری می نماید. این ساکنان بیدفاع بارها و بارها توسط نیروهای مالکی مورد حمله قرار گرفتند. آخرین بار در ماه سپتامبر آنها شاهد قتل عام وحشتناک 52 نفر از همرزمان خود بودند و 7 نفر از آنها را نیز به گروگان گرفتند. زمان آن رسیده که غرب بیدار شود و تراژدی که در عراق رخ می‌دهد را نظاره کند. برای غرب هنوز زمان جبران افتضاح جنگ در عراق از دست نرفته است. سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا باید به مالکی بگویند که این موج خونریزی، خشونت و فساد قابل تحمل نخواهد بود. و در صورتی که انتخابات 3 آوریل منجر به وجود آمدن یک دولت غیر فرقه‌ای سکولار و متحد به برقراری حکومت قانون
و احترام به حقوق بشر در عراق نگردد، روابط اقتصادی عراق با غرب را قطع خواهند کرد. دکتر رافر رفائی، مفتی بزرگ عراق، در سخنرانی خود گفت مالکی سیاست شنیع بمبگذاری علیه مردم بیگناه را دنبال می کند. از زمانی که مالکی جنگ خود را علیه به اصطلاح تروریست ها در استان الانبار شروع کرده است، آنچه که در فلوجه شاهد آن هستیم یک نسل کشی است. بیش از 1000 نفر غیر نظامی تا کنون زخمی گردیدند. روند وقایع در عراق رو به وخامت است و احتمال بروز جنگ داخلی بسیار زیاد است و در این صورت همه مردم عراق بازنده خواهند بود. پارلمان اروپا باید به این موضوع بپردازد که کشور ما را در یک سینی طلایی تحویل رژیم ایران دادند. سلیم عبدالله الجبوری، رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان عراق گفت ما از جامعه بین المللی کمک خواستیم، اما جز شعار هیچ چیز دیگری دریافت نکردیم. تمامی این موارد نقض حقوق بشر نقضهای جدی قوانین بین المللی هستند. بازجوها از شکنجه برای اعترافگیری استفاده می کنند. شهادت دروغین می تواند باعث زندانی شدن یک فرد گردد. نقض حقوق بشر نمی تواند به ریشه‌کن کردن تروریسم منجر شود. عراق کشوری است که سرشار از تنوع است، اما کشتار همچنان ادامه دارد. ما در عراق به طور روزانه شاهد انفجار 10 خودروی بمب گذاری شده هستیم. رسانه‌های عراق باید از آزادی بیشتری برای انعکاس حقایق برخوردار گردند. 10000 نفر از مردم غیر نظامی در استان الانبار مجبور به کوچ اجباری گردیدند. یک نسل حقوق خود را از دست داده است. حیدر ملا، عضو پارلمان عراق، گفت وضعیت حقوق بشر در کشور چیزی نیست که ما به آن افتخار کنیم. در حال حاضر ما به ازای هر 27 شهروند یک نفر نظامی داریم و با این حال ما قادر نیستیم که به صورت صلح‌آمیز زندگی کنیم. ما با یک بحران سیاسی مواجه هستیم و باید با آن سیاسی برخورد کرد. دکتر عبدالرزاق رحیم الشمری، سخنگوی جنبش مردمی از استان الانبار، گفت این اولین باری است که من در پارلمان اروپا هستم و آمدم تا صدای الانبار را به پارلمان اروپا برسانم. از همان آغاز روشن بود که هیچ اراده سیاسی برای راه حل مسالمت آمیز با تظاهر کنندگان وجود ندارد. ارتش مالکی به محله‌های تحصن و تظاهرات مردم حمله کرد و جرائمی که مرتکب شد شبیه جنایات در بوسنی هرزگوین بود. مالکی ما را تهدید کرد. او ادعا کرد که این شورش تحت نفوذ خارجی ها می باشد. او به نیروهای خود گفته بود که قبل از اینکه ما علیه او دست به کار شویم کار ما را تمام کنند. دکتر صباح مختار، نماینده دائمی سازمان ملل متحد و عضو اتحادیه وکلای عرب، گفت عراق یک وضعیت منحصر به فرد دارد. مالکی به طور مستمر حقوق بشر همه مردم را زیر پا می گذارد. عراق همچنین در پایین رده شفافیت و فساد بین المللی بعد از سومالی و سودان قرار دارد. چرا آمریکایی ها عراق را به ملاهای ایران تحویل دادند؟ فالح مصطفی بکر، وزیر خارجه حکومت اقلیم کردستان، گفت ما در کردستان برای حقوق بشر احترام قائل هستیم. برخلاف دولت فدرال در بغداد، ما همواره از گزارشات حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال نموده ایم. کردها هرگز هیچ شهروندی را به عنوان درجه 2 قبول نمی کنند. کامل زوزو، به نمایندگی از جنبش آشوری کلدانی سریانی، گفت سیستم حکومتی عراق در حال حاضر یک سیستم استبدادی است و مسیحیان محکوم به انقراض هستند. این سرزمین نیاکان ماست و ما را از آن بیرون می رانند. قوانین لازمه برای حفاظت از مسیحیان باید وضع گردند. برنامه برای تغییر دموگرافی استان نینوا و دیگر مناطق به طور مستقیم جامعه مسیحیان را هدف گرفته است و ما را به سوی آینده نامعلومی هدایت می کند. الیزابت تازامپاروتی، سیاستمدار ایتالیایی، گفت در حال حاضر پس از چین و رژیم ایران، حکومت عراق بالاترین رقم اعدام در جهان را دارد. در حال حاضر چوبه های دار در عراق مرتباً مشغول به کار هستند.
هیچ پرونده ای از این اعدام ها نگه داشته نمی شود. سیستم عدالت عراق از کار افتاده و افراد بدون وکیل و دفاع مناسب اعدام می شوند. ما باید وضعیت موجود در عراق را مورد بررسی قرار دهیم.